این وره داره میره در اینکه داره میره نروم تو که میتونی من بی تو تلفن نمیخواه تو بی من یعنی حسرت <تصفح> <تصفح> سلام داره میگیره وای خدا داره میگیره داره میگیره داره داره, داره داره آمده <تصفح> آماده شما بزن بریم کلش گوش بدیم ها داره میریزه داره میریزه

این دیگه الان خود... بود دیگه از این بعد اینترو رو عوض کردی. <تصست> <نه> خب. <تصال> سلام اینجا پادکست ای پادکست خیلی خودمونی ای من ایمان هستم ای ای میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام پشت دم و دستگاه و میکروفون و... این بند و فرزاد سلام اینم باز هست سلام اینم باز هست چطوری خدا شکر چرا برگشتی؟ هر قسمت ازش سالان رو هم بپرسیم اول که بگم این آهنگ که با شروع کردیم همون داره میریزه داره میریزه است واقعا ملت باحالی داریم قبول داری؟ واقعا احساس میکنم ایرانی و ایرانی ساخته شده بر جوک از همه چیزی خیلی باحالیم یعنی من سرعت عملی که سرعت عملی که این چیزا اومد بیرون و اینستاگرام رو فراگیر کرد داره میریزه هشتگی داره میریزه الان چقدر پست داره زیرش بعد پست خنده دار میذارم چهار روز پیش چک کردم سه هزار خورده ای داشت الان دیگه خدا میدونه دیگه الان حالا فرض برای ویدیو هایی که اومد انواع و اقسام ریختن رو نشون میداد خیلی باحال بود یکی بود نشون آره. میداد صفحه ویندوز داشت فایل <تصفحه> می آره خیلی زیاد بود و دمشون گرم دیگه کلی خندیدیم. دمه اون کسی که اینو خوند گرم همه. هیچ وقت فکرش نمی... برای این شخص که چرا همه... باور کن کسی که میخونه میدونه مثلا ما اپیزود میدیم میدونیم که داره میریزه می 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 الان دیگه <تصفح> نمیدونم احتمالاً 100 درصد میدونسته دیگه شما چی سلام اوکی شو. با قضیه خیلی زیباس ما قبل که ضبط کنیم همین جوری این آهنگه رو ریپیت داریم میریز فارسی شو باید اموا... چک کنیم فارسی اموا اقسام ورژن مختلف میکشه و خودش و فیلیپا همه رو داشتیم گوش میدادیم آره خیلی پره بچه ها خوابیده بودن هم تو خواب داشتم میخوندم مورد داشتیم خیلی خب اه... این قسمت قسمت 151 و, و, و اینکه ببینیم کارون برای ما چی آورده دیگه اصلا چی داری نشون شروع بنا. آره حاجی بگو آقا به نظرم قبلی که من شروع کنم فراد یه جوک برامون بگیه من جوک بگم اون جوکی قبلش شما من گفته یه دور بگو چون موضوع هم جدیه در ذهن آماده شه به ایمان بگم جایی ایمان ایمان تو اگه فامل امینی باشه شما اگه فامل تو امینی باشه تو شما اگه فامل تو امینی باشه اسم فرزندتون رو چی میذارید سیبز سیبز باید بزنید که سیبز امینی خیلی با محضه بود مثلا میرید توی جلسه مثلا میگید امینی هستم سیبز سیبز امینی هستم ممنون که زینا رو آماده کردی برای بحث جدی آره نزدیک بود آبی که تو ده دهنم هست و بپاشم به دم و دستگاه نزدیک بود بریزه خب بریم من باید سوال شروع کنم بیا ب... بگی دیگه این سآلو دونه دونه جواب بدید خب دید. شروع کن فرض کنید که شما نفری ده میلیون تومن پول دارید و این پول رو میخواید سرمایه گذاری کنید خب بره. و مثلا شش نفر آدم هم جلو تونن از این شش نفر فرض کن مثلا دوتاشون قدیب هم آدم های موفقی بودن مثلا کار موفقی رو انداخته بودن قبلا دو تاشون حالا معمولی میمولو معمولی میمولو دو تاشون هم بالا خیلی خوب نیستن اوه. اون پولتون رو شما ترجیح میدادی با کدوم یکی از این آدما سرمایه گذاری کنید صد درصد میدن دست فراد نه, <تصف> حالا <لزمه> <تصفح> اه... نه، پول حالا از بین این شیش تایی که باید بدی به اونایی که همش رو باید یه جا بهشون بدیم میشه تیکه هر جوری بخوای پول خودت هر کاری دلت بخواد تقسیم میکنم نصفش رو میدم به با تجربه های خفن نصف بقیهشم تقسیم میکنم مصابات نصفش میدن میدم به اینا نصفش میدم به اون آها اوکی فرضا چی؟ من تقسیم میکنم دیگه و آره بین با تجربه ها بگیش نمیدونست حالا بریم ادامه بدیم ایمان نگفت چرا ایمان گفت دیگه من ایمان جواب منطقی رو داد که مثلا هر کسی به ذهنش میرسه حالا کلا منطقی هم آره از سزار 1992 حالا منطقی آره حالا یه ذره این اپیزود راجب موفقیت و در واقع نقش بخت و اقبال توی موفق شدن آدم ها در واقع بخت و اقبال و استعداد و مهارت آدم ها. در واقع این مجموعه میخوام صحبت کنم اول من یه شفافسازی بکنم راجب موفقیت که صحبت میکنیم حالا توی این قسمت به اون مفهوم غربیش اشاره میکنیم که این یا موفقیت رو در واقع با میزان ثروت شما اندازه گیری میکنن اینکه حالا این قضیه درست هست یا نه جای بحث داره که اصلا شما باید موفق آدم موفق رو کسی خطاب کنید که مثلا پول بیشتری داره یا نه ام. با اینش کاری نداریم چون تو کلیت داستان هم هیچ تغییری ایجاد نمیکنه این صرفا یه متغیر یه وریبله که میتونه با هر چیز دیگه جایگزین بشه بل. پس سالا من حرف از موفقیت میزنم منظور توی این قسمت اون مفهوم مادیه ولی شما تو ذهنتون با هر چیزی که مد میتونید جابجا کنید خیلی فرقی نداره و اینکه خب ما زیاد شنیدیم که عوامل موفقیت اینه که طرف باید آدم سخت کوشی داشت باشه با استعداد باشه مهارت زیادی رو مثلا تو خودش پرورونده باشه قدرت ذهنی بالایی داشته باشه هم ایکیو داشته باشه خوشبین باشه همه این داستان ها. ولی چیزی که شاید کمتر بهش پرداخته میشه نقش بخت و اقبال توی موفقیت آدم عادتا خود آدم های موفق هم خیلی علاقه ای ندارن که بخشی از اعتبار موفقیت خودشون رو بدن به یه چیزی به اسم بخت و اقبال هم. دوستان همش خودشون بگیرن بگن مثلا من خودم باعث شدم که به اینجا برسم و حالا من اگه به درستی بیام به شما این مطالب رو بگم که مثلا راجب تفاوت درآمد توی قسمت مختلف دنیا و تفاوت درآمد بین آدم ها صحبت میشه پنجاه درصد این تفاوت درآمد صرفا به خاطر محل زندگی شماست یعنی مستقل از میزان سواد شما مستقل از میزان مهارتهایی که دارید به جایی که داری زندگی میکنی رب داره مثلا نمونهش خود ما شرکت ما تو جای مختلف شعبه داره در که ما تو کانادا داریم برای انجام کار یک سال از اونی که تو آمریکا کمتر از اونی که تو سوئیس کمتره از اونی که مثلا توی هنده بیشتره یعنی صرف این که من کجا زندگی میکنم در آمدن فرق داره این عامل تصادفی دیگه رفتی به مهارت شما یا خو... سخت کوشی شما نداره یادم ایمان که ایمان که استرالیا بودم میگفتش اونجا حداقل حد درآمد خیلی بالاتری از آره ولی اون به خاطر اینکه هزینه زندگی هم اونجا بیشتره دیگه یعنی حالا تو معمولا مقدار درآمد و میان نسبت به هزینه زندگی میسنجن اینطوری نیست که اگر که مثلا تو مقدار درآمد بیشتری که دارید اگر که داری یه کار یک سان رو توی همون شرکت انجام میدی قاعدتا نیازت حالا به پول هم کمتره توی اون کشور حالا یه تفاوت دیگه هم که هست اینه که کمپانی حالا شرکت های مختلف که میرن کشور مختلف در واقع باید بتونن رقابت کنن با شرکت های دیگه که تو اون کشور هستن اه. و خب چون رنج حقوقی مثلا کانادا پایین تر از آمریکا است کمپانی ما که میاد اینجا نیازی نداره اونجوری حقوقهای بالایی بده که با بقیه رقابت کنه چون مثلا رقیباش اونقدر قوی نیستن ولی تو آمریکا اینطور نیست و خب همیشه یه این چیزی که گفتی هزینه زندگی اقتصاد هر کشوری قوی تر باشه هزینه زندگی تو اونجا کمتره. تره مثلاً اروپا رو نگاه کنید آلمان خیلی ارزون همه چیز به خاطر اینکه اقتصاد قوی داره یا آمریکا رو آمریکا شمالی رو نگاه کنید از, آلمان بگو خوب. آمریکا از کانادا مثلا شرایط بهتری داره چون اقتصادش قوی تر هزینه زندگی اونجا پایینتر. حالا منظوری نیست منظوری اینه که ما اگه عامل موفقیت رو بذاریم درآمد میبینیم که 50 درصد این تفاوت درآمد صرفا به خاطر مکان زندگی شماست <applause> هیچ ربطی به میزان سواد شما نداره یا مثلا تاثیر علمی مقاله شما به صورت رندوم توضیح میشه دیستریبیوشنش نرماله و خیلی رابطه کمی با میزان سخت کوشی شما و تلاش زیادی که شما کردید برای اون کار علمی داره رابطه کمی با این قضیه داره و یه چیز جالب اصلا سی, ها... سی, ای او های دنیا اه... یه رابطه خیلی خوبی بین اسم فامیلشون و ماه تولدشونه یعنی شما یه سری از ماها احتمال سی او شدنشون بیشتره تصادفی بودن جون جولای خیلی کمه احتمال سی او شدنشون میزان تصادفی بودن این قضیه رو داره میگه از آز آماری حالا ام. یه چند تا فقط مثال زدیم که بگیم شاید وقت و اقبال موثر باشه برخلاف چیزی که شاید ماها فکر کنیم حالا اگه یه راهی باشه و ما بیایم نشون بدیم که آدم های با استعداد لزوما به درجات بالای موفقیت نمیرسن و برعکس اون خوششانس ها، اون خوشبخت و اقبال که به اون درجات میتونن برسن خیلی جالب میشه دیگه اگه آه. بتونیم یه راهی باشه که بیایم این رو نشون بدیم حالا اخیرا یه مقاله‌ای توی ریپازیتوری دانشگاه کورنل هست اگه دیده باشی یه آرکایو دارن که تمام مقالات میره اونجا شما هر مقاله بخوای پیدا کنیم، اونجا پیدا کنید و قبل اینکه اصلا مقالات پابلش بشن اونجا میتونید پیداشون کنید این مقاله که من میگم سال 2018 گذاشتنش اونجا که سه نفر ایتالیایی نوشتن اینو دو تا فیزیکدان و یه دونه اقتصاددان که هدف مقاله صرفا اندازه گیری کردن نقش بخت و اقبال در موفقیت شغلیه مقاله این مقاله رو هفته بعد میذاریم توی حالا اینستاگرام که نه توی تلگرام باید بذاریم فکر کنم اه. کسی که دوست داشتم برم بخونم خیلی چیز جالبی حالا من خلاصه ایشو امروز میخوام اینجا بگم شما یه صحبت کوچیک بکنم بخونم. صحبت کوچیک در مورد دقیقاً حالا کسی که نمیدونم الان کارون داره در مورد حالا چی میخواد صحبت بکنه ولی یه سری مثالم هست که میشه زد که واقعا بخت و اقباله شاید فقط یه سری یعنی اینکه فقط به صرف اینکه تو پول داری فقط نمیتونی بگی که موفقی میتونی میگم یعنی مم. خیلی هستن که حالا خیلی هم پول دارن ولی واقعا آدم موفقی نیستن آره اینو من اولش گفتم ما حالا اینجا موفقیت رو با اون برداشت غربیش میگیم ولی اون خیلی مهم نیست تو این آزمایشی که من میگم اون صرفا یه وریبل اونو با هر چیزی میتونیم ما جابجاش کنیم اوکی بگم حالا بگم بریم این آزمایش من بگم امیدوارم بتونم خوب بگم چون, چون خیلی جالبه یعنی ایده که زدن ببین ایده اینجوریه شما فرض کن یه مربع رو در نظر بگیر اینا یه شبیه ساز درست کردن این سه نفر ایتالیایی بعد این مربع در واقع میشه دنیای ما بعد توی این مربع توی این دنیا یه سری ایجنت یا یه سری آدم وجود داره بعد خب بگو این آدما با استعدادهای مختلفی توی این دنیا هستند فرض کن یه ویژگی داره هر کی استعدادی داره این استعداد از توضیح نرمال پیروی میکنه حالا توضیح نرمال چیه خیلی چیز فرض مثلا استعداد آدم ها رو از صفر تا یک اگه اندازه بگیرن توی این شبیه سازی تا به نرمال میگه که روی میانگین بیشترین فراوانی ها داریم ام. یعنی روی نیم عدد نیم تعداد بیشتری از آدما استعدادشون نیمه یه سری ها هستن کمتر از نیمه که کم میشه یه سری ها هستن بیشتر از نیمه بازم کم میشه حالت زنگوله ای طور داره مثلا حالا فرض کنید استعداد آدما با توزیع نرمال داره خب این آدم ها یا ایجنت ها دور و توی این محیط هر شیش ماه یک بار یه سری اتفاق در واقع خوش اقبال میافته یه سری اتفاقی میفته که براشون خوشاینده در واقع فرض کنید یه سری فرض کنید یه سری جعبه هست که این جعبه رو باز کنید یه سری توش اتفاق خوبه یه سری ها توش اتفاق بده خب حالا همه این آدما در لحظه ای که این شبیه سازی شروع میشه میزان موفقیت یکسانی دارن موفقیت با یه عددی ده به همه ده دادن مهم. همه یکسانن استعدادا فرق داره استعدادا توضیحش نرماله ولی موفقیت ها همه یکسانه فرض کنید همه یه میزان پول دارن توی شروع شبیه سازی شبیه سازی رو به مدت چهل سال ران میکنن نه چهل سال واقعی چهل سال حالا توی این سیمولیتوری که هست از بازه 20 سال تا 60 سال این آدما که مثلا دارن کار میکنن بعد حالا اگه طرف بره اون جعبه ای رو باز کنه که توش اتفاق خوبه میزان موفقیتی که داره دو برابر میشه بره جعبه ای رو که باز ای رو باز کنه که اتفاق بدی توشه میزان موفقیتی که داره نصف میشه اه حالا اه. هدف چیه هدف اینه که بعد از این چهل سال برن موفقیت آدما رو بررسی کنن ببینن که هر کی به چه عددی رسید چه اتفاقی افتاد تو این جامعه و خیلی خروجی قضیه خیلی جالبه اولا کشو اول اون قانون 80 -20 رو که من قبلا صحبتش کرده بودم قانون 80 چی میگه میگه که مثلا شما توی شرکتی دارید کار میکنید 80 درصد کارا رو 20 درصد کارمندا انجام میدن اه. یا شما یه پروژه دارید انجام میدید 80 درصد کار مفید رو توی 20 درصد زمان انجام میدید آره یا مثلا یه مزرعه ای رو کاشتید 80 درصد محصول از 20 درصد مساحت داره میاد این قانون کلی که از همین مزرعه به دست اومده ولی خیلی جای دیگه ظاهرا میشه اعمالش کرد مثلا میگن شما آدمای دور و برتون 80 درصد رابطتون با 20 درصد اون آدماست درسته باید. یعنی 80 درصدش رو خیلی لازم نداری صرفا مثلا ممکنه بشناسی نگاه کنی باید. خیلی جاها کاربرد داره یا با 80 درصد آدما 20 درصد, درصد. درصد. خب بعد اینجا این قانون صدق میکرد نشون دادن که 20 نفر این سیمولیشن هزار تا ایجنت داشت هزار تا آدم 20 نفر موفق 44 درصد موفقیت رو در دست داشتن یعنی یه بخش زیادی با. از موفقیت تو دست مقدار کم دست بود. آره دقیقا دست یه بخش کوچیکی از جامعه بود مهم. درست و تقریبا نصف آدما زیر ده واحد موفقیت موندن یعنی چی این با... از اونی که با شروع با, ده شروع کردن. با ده شروع کردن نصف آدما تهش انقدر اتفاقات بد براشون افتاد و موفقیتشون نصف شد که بعد از چل سال از نقطه شروعشون عقب افتاده بودن خب که خیلی جالبه دیگه شما یه سوال من بپرسم فقط بپشت. چقدر چقدر جبه موفقیت بود و چقدر جبه خوشانسی بود چقدر جبه بدشانسی بود اونم با ریت نرمال توضیح می شد یعنی هر 6 ماه یک بار توی این شبیه سازی یه سری جعبه می اومد نصفش باشه خوب بود نصفش بد اصلا چیز نبود همش هم رندوم توی همه هم باید در واقع همه رو بعد بر داشتن یا بعضی‌ها میتونستن اصلا بعضی جواب میتونست بدون اینکه واز بشه حالا هدیه رو مانع کرده پس بفرست ظاهرا <تصفح> طرف بر اساس تلنتی که داره و میتونه تو نقشه حرکت کنه بره برسه به این جعبه ها و هر کدوم برسه دیگه بازش میکنه بهش میرسه من مثال زنم خودش آره میگه نه میدونم حالا خیلی راحت تر و خیلی جالبه دیگه میزان استعداد آدما که توی شروع شبیه سازی ثابت بوده توضیح نرمال داشته خروجی موفقیت حالا مقالش رو میذاریم نموداراش رو ببینید اکثریت آدما تعداد فراوانی خیلی زیادی توی جایی که موفقیتشون خیلی کمه یه تعداد خیلی کمی اون که یه عالم موفق شدن ساکسس ریت خیلی بالایی داشتن و حالا مثلا پول زیادی توی این باید. شبیه سازی به دست آوردن خیلی جالبه دیگه این با دنیای واقعی ما صدق میکنه دقیقا مدلیه که میتونه دنیا رو توضیح بده با. و اصلا از دنیای واقعی تا شرایطش بهتره چون توی دنیای واقعی هشت نفر آدم تو دنیا هستن که دارایی بیشتر از نصفه فقیر دنیا رو دارن اوه. میدونی؟ عدد چیه دارایی نه دارایشون. میزان داراییشون ولی هشت نفر سالت. مثلا از چند میلیارد نفر آدم داراییشون بیشتره خیلی آره. عجیبه دیگه با. و حالا این آزمایش هم همینو نشون داد یعنی ما با یه میزان موفقیت شروع کردیم با استعدادی که توزیع نرمال داشته تهش یه تعدادی کمی خیلی موفق شدن نصف بیشتر از اون موفقیت اولیه‌شون هم کمتر شده حالا این آه. اه یافته اولش بود دومیش دو که اتفاق خوبی هم توی این شبیه سازی بود اینه که استعداد با موفقیت رابطه داره خب یعنی اینجوری نیست که با بگیم همش شانس آره شانس و رندومه چه جوری؟ اینه که در واقع اون آدمایی که استعداد بیشتری داشتن احتمال اینکه موفقیت های خیلی بیشتری رو هم داشته باشن در واقع از موفقیت ها بیشتر استفاده کنن بیشتر بوده و موفق ترین آدم ها حداقل استعداد متوسط داشتن یعنی نیم رو داشتن اه. خب و استعداد رو هم در واقع توی این آزمایش اینطوری تعریف میکنن که میزان توانایی فرد برای استفاده از اون اپورچونیتی ها اون فرصت‌هایی که خوب و بد اون فرصت‌هایی که در اختیارشون قرار داده میشه استعداد رو این تعریف میکنن میدونیم چقدر اینفلوئنسش بوده استعداد توی موفقیت یا نمیدونیم آره الان میگم حالا اعداد دقیقش رو نمیگم ولی خود پیپر راجع به اینا صحبت میکنه ولی من کلیاتش رو دارم میگم موفق ترین آدما حداقل استعداد متوسط رو داشتن ولی جالبیش اینه که با استعداد ها یعنی اونایی که مثلا استعدادشون از هفته هم بالاتر بوده هیچکدوم تو رده های بالای موفقیت قرار نداشتن این مم. اینجاست که یه ذره مثلا با اون تصوری که ما داریم فرق داره که اون آدم موفقه که حالا با هر تعریفی اون که استعداد زیادی داشته مهارتش خوب بوده سخت کار کرده نمیدونم ای کیو بالایی داشته نه اینطوری نیست میگه با استعداد توی رده های بالای موفقیت نبودن در واقع آدمایی که استعداد متوسط داشتن ولی اون ایونت خوبا بهشون خورده یعنی بخت و اقبال بالاتری داشتن موفق تر از اون آدم با استعداد بودن بعد یه سری نمودار دیگه داره که اومده موفق ترین آدم این شبیه رو مقایسه کرده با ناموفق ترین آدم شبیه سازی موفق ترین تو پایان 40 سال به ساکسس 2500 رسید که بعضی میگی زیر ده موله. از ده شروع شد از ده شروع شد هی دو برابر مثلا شده تاش رسیده به 2500 ناموفقه از ده شروع کرد تاش به صفر رسید آه. ولی نکتهش چیه اون موفق ترینه. استعدادش ممایز 61 بوده 61 صدام بوده, 61 بوده. یعنی یه ذره از نیم بیشتر آه. اونی که ناموفق ترین بوده استعدادش 74 صدام بوده آه. یعنی از اینم بیشتر بوده یعنی جزء مثلا پرسنتایل خیلی بالای مثلا با استعدادا بوده ولی ناموفق ترین شده حالا اومدن نگاه کردن که توی این شبیه سازی اون آدمی که موفق ترین بوده چقدر به ایونت های خوب خورده اونی که ناموفق بوده چقدر نشون میده اون آدم موفقه یه <سؤال> عالمه ایونت خوب براش اتفاق افتاده یعنی مثلا رندوم تون نقشه که حرکت میکرده هی خورده به اون جعبه خوبا و اون آدم با استعداده با اینکه مثلا استعدادش زیاد بود احتمالا مثلا تو نقشه میتونست سریعتر حرکت کنه حالا هر جوری که تعریف کردن یه عالمه اتفاق بد براش افتاده هر جعبه ای که بهش رسیده اتفاق بد بود این خیلی شبش جالبه میگه موفق ترین آدمه آدم با استعداد معمولی بوده که وقت و اقبال بالایی داشته میمولو آره <مارم>. با چی؟ میمولو میمولو معمولی معمولی پس یعنی اینکه کجا به دنیا میایی و چه شرایطی دور و هست و اینا خیلی موثره یعنی اینکه کسی که موفق دا? میشه لزوما همش تحت تاثیر کارهای خودش نیست اینو ما خیلی وقت ما سعی کردم به مدل مختلف بگم ما هیچ وقت نمیتونیم در واقع تمام کردیت یا اعتبار جایی که بهش رسیدیم و برای خودمون قائل بشیم یه عالمه عامل دیگه توش دخیلن که مثلا شما کجا به دنیا میای چه میزان در واقع استعداد داری چقدر اون استعدادا پرورش داده میشه اصلا چقدر وقت داری به اونا برسی و یه سری عوامل دیگه و من اولش گفتم اگه یه آزمایشی باشه ما یه طوری بتونیم نشون بدیم که لزوما موفق شدن صرفا به خاطر قابلیت های شما نیست و بخت و اقبالم توش تاثیر داره اینجا این لامصبات با این ایده ای که زدن در واقع تونستن نشون بدن اه. که اونایی که خیلی موفق شدن معمولی بودن با وقت و اقبال زیاد و اون خیلی با استعداد اصلا موفق نشدن و خب داستان چیه اگه از بالای نگاه کنیم از در واقع بیایم جامعه رو در نظر بگیریم نه تک تک این افراد رو چون هدف اینه که قرار نیست همه آدمای با استعدادی باشن همینطور برد. که این توضیح نرمال نشون داده استعداد یه سری خیلی با استعداد یه سری کم بیشتر استعداد متوسط دارن قرار اینه که در واقع هدف اینه که خروجی جامعه طوری باشه که برای همه شرایط مساعد زندگی رو به وجود بیاره و اینجا هدر رفتن اون استعدادها حالا مشخص چرا برای خود فرد بده برای جامعه هم بده ام. چون طبق تعریف استعداد آدم با استعداد در واقع اون تلنت وقتی که کسی تلنت زیادی داره تواناییش برای استفاده از اپورتونیتی استفاده از فرصت هایی که بهشون برمیخوره و تبدیل اون فرصت ها به چیزی که به درد جامعه میخوره بیشتره پس قاعدتا باید فرصت ها رو بدیم بیشتر به آدم های با استعداد این به این معنی نیست که آدم بی استعداد فرصت نگیره نه به این معنی که اون آدم با استعداد بهتر مدیریت میکنه و در واقع فرصت های بیشتری رو هم به وجود میاره حتی برای آدمی که استعدادش کمه من چند وقت پیش یه مستندی دیدم مستند ایرانی بود راجبه یه کارآفرین ایرانی که خرابه دستگاه راجبه کارآفرین ایرانی که حالا مثلا یه کارگاهی رو زده بود و چند تا شرکت داشت و کسایی که اونجا بودن میگفت این به ما اجازه میداد که ما فیل کنیم فیل کنیم فیل کنیم ولی مثلا یه بار که موفق میشدیم شدیم خب خیلی خروجی خوبی داشت نشون میده این آدمی که با استعداد بود و توی رده مدیریتی قرار گرفته بود باعث شد که آدمایی که شاید استعدادشون از این کمتر باشه فرصت های بیشتری بهشون برسه م. اینا رو همه گفتم که بگن هدر رفتن استعداد حالا نه تنها که برای خود فرد بده برای جامعه هم شرایط مطلوبی نیست حالا چیکار میشه کرد یه در واقع طوری بشه که این آدم با استعداد و فرصت های بیشتری بگیرن که باز این فرصت ها رو چند برابر کنن با. یه سری تحقیق شده که حالا میدونید دانشگاه ها بیشتر توی آمریکای شمالی اینجوریه که باید هر استادی که ریسرچ انجام میده توی با... بعد از لیسانس فوق لیسانس و دکترا باید یه فاند صنعتی داشته باشه از صنعت پول وارد دانشگاه میشه در واقع استادی که نتونه پول وارد دانشگاه کنه پروپوزال بنویسه بعد یه مدت کنار گذاشته میشه توی اروپا برعکس دولت ها فاند میدن به دانشگاه اومدن یه تحقیق انجام داده بودن دیده بودن که دادن فاند به ریسرچرایی که محققایی که رزومه خوبی داشتن و قبلا موفق بودن خیلی رابطه سیگنیفیکانت میگن توی آمار خیلی رابطه قابل توجهی با بیشتر شدن و بهتر شدن خروج تحقیقات نداره م. یعنی صرف این که تو بری فاند زیادی رو بدی به آدمایی که قبلا موفق بودن خروجی تو خوب نمیکنه حالا این تیم ایتالیا این لاماسبا اومدن آزمایششون رو بازم جالبتر کردن این شبیه سازی رو با. یه متغیر جدید اضافه کردن به اسم همین فاند <applause> که به این آدما به این ایجنت های توی شبیه سازی هر پنج سال یه بار میدن به همه حالا چند تا استراتژی مختلف هست توی دادن این فاند به آدم های توی این شبیه سازی مثلا یه مدلش اینه که به همه مثلا یه واحد فاند بدید اول هر پنج سال یه مدل دیگه اینه که به همه پنج واحد فاند یارا نمیدن اولش مدل مختلف داره یه مدل دیگه بود مثلا به ده درصدی که ساکسسشون تو اون لحظه زیاده مثلا 50 درصد فاند دقیقا همین چیزی که فرهاد اول برنامه گفت بله که به اون خوبا پول نصف پولمو میدم 50 درصد بقیه رو مثلا توزیع کن یا حالت دیگه اینه که مثلا به 50 درصد با ساکسس بیشتر یه بخشی بیشتری پول بدی بقیه خلاصه یه عالمه تا... یه عالمه اه... شیوه مختلف فاند دادن داره هر پنج سال یه بار اینا رو انجام دادن این سیمولیشن رو ران کردن بعد اومدن خروجی رو اندازه گیری کردن اندازه گیری چه جوریه لحجه. لحجه. <تصفح> 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 اندازه گیری چه جوریه این جوریه که گفتن تو چه حالتی تو کدوم استراتژی بوده که با میزان فاند کم ریترن آن اینوستمنتی که گرفتن بیشترین حالت بوده یعنی چی یعنی با میزان فاند کم تونستن آدمای با استعداد بیشتری رو بربرن توی رده های بالای موفقیت درست با پس این شد تعریف مسئلهمون تعریف موفقیت هم مشخصه که اندازه بگیریم کدوم استراتژی بهتره بگوی کدومش مثلا بهتر در میاد من سال مشابه سال. اون اول از همتون کردم دیگه تو اون که فراد گفت دیگه تو باید فانده رو یه جورایی دیستریبیوت بکنی بین تمام کسایی که از بخ... عقبه های مختلف میاد برای همین حالا نمیدونم بازم حالا من میگم تقریبا همینه اون حالتی که کاملا برابر یعنی اول پنج سال به همه یه واحد فاند داده بهترین بازدهی رو داشته امه. توی این حالت 60 درصد آدمای های با درجه موفقیت بالاتر از اورج داشتن امه. این افیشنترین ترین در واقع بهینه به ترین راه بوده برای توضیح فاند فاند کمی رو توضیح کردن ولی به بیشترین میزان موفقیت رسیدن یا حالت دیگه بود که از اینم بهتر بود ولی هزینهش بیشتر بود این بود که کاملا برابر که توضیح کردن به هر کدوم به جای یه واحد پنج واحد فاند دادن توی اون حالت همه آدم با استعدادا به بالاتر از موفقیت اوریج رسیدن این چیزی که جامعه مطلوب مطلوبشه که اپورتونیتی رو بده دست آدم با استعداد که اون خودش دوباره بتونه فرصت های بیشتری رو برای همه جامعه در واقع تولید کنه حالا اون مدل های دیگه که مثلا فقط به خوبا بدیم و اینا همه فیل شدن در مقابل این, این حالتی که شما به همه یه واحد بده امه. به همه اصلا مهم نیست این خیلی اتفاق جالبیه حالا این لامصب دوباره آزمایش شد روست. جلوتر بردن با. واسه اینکه مدلی که دارن شبیه سازی رو شبیه تر بکنن به دنیایی که ما توش هستیم این گفتی برای چه سالی بوده 2018 همش دنی همش دنی هم داره همونطوری داره الان بس. نه یه پیپر یه عالمه اکسپریمنت توش همه ریزالت رو ریپورت کردن حالا می‌ذاریم پیپرشو این آزمایش خیلی جالبه فرض کن شما دو تا محیط مختلف داری دو تا دنیای مختلف داری که توی یکی ریت سرعت تولید اپورتونتی بیشتره گفتن یه سری جعبه میاد فرض تو توی محیط جعبه سبز مثلا جعبه خوب زیادی میاد مثل کشوری که بیشتر اپورتونیتی داره مثلا, مثلا آمریکا م. فرصت شغلی قطعا آمریکا خیلی زیاده ده. تو هر کشور دیگه که مقایسه کنیم یه سری جای دیگه مثلا مثل کشور فرصت شغلی کمتره خروجیش خیلی جالبه حالا رو که نگاه کنید توی اون محیطی که فرصت شغلی با سرعت بیشتری تولید میشه بله نگاه کنید موفقیت بیشتر رو آدم های با استعداد تر کسب میکنن یعنی نمودار ام. شیفت میخوره از میانگین به سمت راست ام. میاد به سمت استعداد بیشتر میاد میشه. دقیقا سکیوت میشه فارسی چیه باش؟ اون کشیده میشه ام. اینجوری, اینجوری توی <applause> اون محیطی که فرصت کمتری تولید میشه او. بیشتر موفقیت به استعدادهای متوسط میرسه حالا شایسته سالاری درست. نمیشه مثلا نمودار تویه... خوب نمودار اون وسط میمونه, میمونه که خب این برای جامعه از دور نگاه کنی از نگاه اگه از بالا به قضیه نگاه کنی برای جامعه خوب نیست که استعدادها هدر بره ولی تو محیطی که کم فرصت تولید میشه استعداد متوسط و موفق دارن امه. محیطی که فرصت بیشتری تولید میشه موفقیت میره به سمت استعدادهای بهتر و حالا داستانی که توی جوامع معمولا پاداش و منابع که همیشه محدودن مشکل اینه که مثلا منابع محدوده و ما منابع رو باید درست مدیریت کنیم پاداش و منابع به افرادی داده میشه که از قبل موفق بودن خب یعنی همون مم. جوابی که ایمان داد تو مثلا بخوای سرمایه گذاری کنی میرید مغز میگه آقا اون دو نفر موفق بودن احتمال اینکه من دوباره بدم لایکلی اینکه این اینا دوباره موفق بشن بیشتره پس من پولمو بدم به این درست و جامعه ها هم در واقع اینجوری جوامه دارن اینجوری کار میکنن که پاداش و من منابع در اختیار آدمایی مثلا تو میخوای بری وام بگیری نگاه می‌کنن پروژه موفق قبلی اگه داشتی وام تو به موقع به رزومت نگاه میکنن دیگه همه. آره. پاداش به اون کسی داده میشه که قبلا هم موفق بوده که این آزمایش نشون داد اون آدمی که قبلا موفق بوده لزوما با تری نبوده <تصفح> درست پس این یه نشونه که در واقع جوامع الان درست کار نمیکنن اگه هدف اینه که شایسته سالاری بشه اگه هدف اینه که با استعدادها پرورش پیدا کنن که سودش به همه برسه و سودش حتی به آدم کم استعدادتر هم برسه این راه درستی نیست که ما پاداش رو اینطوری بدیم راه درست اونه که پاداش نشون دادی هر پنج سال یه بار به همه داده بشه مهم نیست چه آدمی هستی به همه به مقدار یکسان داده بشه در نهایت خروجی جامعه جامعه بهتری با هزینه کمتر و این پرورش استعداد باعث میشه که در واقع گفتیم دیگه اون اون آدم با استعداد تواناییشون بیشتر بیشتره توی جذب کردن و تبدیل اون فرصت ها به چیز مطلوب تری که آب بخور سرت گرفت <applause> در واقع هم استفاده کنه من. من یه سوال بپرسم حالا من سوالم اینه که بهم. اون کسایی که کمتر استعداد دارن ببخشید کسایی که کمتر شانس دارن ولی خب در تلاش زیادی میکنن میخوام بدونم که اونها هم آدمایی که میتونن موفق باشن دیگه یعنی بعضی‌ها فکر می‌کنن به خاطر اینکه فقط حالا شانس کمتری دارن دیگه هیچ وقت موفق نمیشن شاید به, آره. به خیلی ای یه ذهنیتیه این یه ذهنیتیه که حالا من خیلی می‌بینمش مثلا حالا توی ونکوور که توی جامعه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم اینه که اگر که کسی که حالا از بد و تولدش خیلی پول نداشته و مثلا خانواده خیلی پول داری نداشته فکر میکنه دیگه موفق نمیشه و دیگه مثلا فکر میکنه که دیگه به جایی نمیرسه و یه ذهنیت خیلی بدی براش به وجود میاد نسبت به کسایی که حالا پول دارن و اکسس دارن به اون ریسورس حالا من راجع اینم صحبت میکنم من میگم ببخشید من عطسه کردم آقت کردیم حالا منو خالی کردم آفرین, آفرین. اینو من میگم به نوع نگاهمون ربط داره به نظر شخصی من اصلا من این موضوع رو که مطرح کردم به خاطر صحبت هایی بود که با شنونده داشتیم شروعش با روژین بود که روژین قبل اینکه حالا وارد پادکست بشه من باهاش شاجه به این صحبت میکردم که مثلا آیا تو خواهی برسی به یه جایی بهش میرسی مثلا ضرب مسئله که تو فارسی هست و به نظر من غلطه که خواستن توانستن است. مثلا هر کسی اراده کنه به هر جایی میرسه من این بحث رو با چند نفر دیگه هم دقیقا تو پادکست داشتم و اصلا دلیل اصلی که این موضوع رو انتخاب کردم این بود میخواستم از یه در دیگه ای وارد بشم ولی از, از این دور که شده. امروز صبح من این مقاله رو پیدا کردم و دیدم اخ تمام حرفایی که خواه. من میخواستم خودم بکشم بزنم رو این مقاله با اکسپریمنت داره نشون میده که آقا بخت و اقبال خیلی مهمه نمیتونیم در نظر نگیریم ولی این بخت و اقبال به معنی شانس شانس نیست این حالا قبلا هم گفتم یه دور از کیروش به کیروش گفته بودن که تو تیم شانسی میبره این گفت وقتی تو تمام تلاشت رو میکنی شانس هم باید یار میشه حالا من یه جنبندی بکنم نتایج این آزمایش رو اینه که جامعه خوب قطعا جامعه اینه که جامعه ایه که توش فرصت زیاد تولید بشه یعنی دو تا آزمایش آخری که گفتم که اون جامعه که فرصت زیاد داشت مثلا آمریکا میزان موفقیت شیفت داده شده بود به سمت آدمای بااستعدادتر جامعه خوب قطعا جامعه ایه که توش فرصت زیاد تولید بشه و نظام آموزشی خوبی هم داشته باشه که این آدم با استعداد توش پرورش پیدا کنن نه حالا متاسفانه مثل کشور ما باشه که حالا یا درست پرداخته نمیشه به اون استعدادا یا اون استعدادایی که میشه استفاده کرد خیلیاشون ترک میکنن نمیمونن توی اون شرایط در واقع نمیمونن که نه که کسی نخواد بمونه فرصت بهشون داده نمیشه مم. که بمونن و در واقع استفاده کنن و قطعا توزیع منابع باید هوشمندانه باشه تو جامعه مناسب یعنی تو خود جامعه آمریکا توزیع منابع هوشمندانه نه نیست منابع و پاداش میرسه به اون آدمایی که قبلا موفق بودن که ما نشون دادیم آدمی که قبلا موفق بوده لزوما آدم با نبوده میتونه بر مبنای بخت و اقبال باشه و خروجی اون هزینه بیشتری داره سود کمتری به جامعه میرسه این دقیقا در همسوی با خواسته های نظام سرمایه داریه که ایندیویدوالیزم فردگرایی رو توی آدما ترویج میده و آدما رو به مصرفگراهایی تبدیل میکنه که صرفا ب... به فکر خودشونن یعنی اون براش مهم نیست تو چه لول استعدادی وجود داره اون براش مهمه که بره مثلا تو این کمپانی اگه یه فرصت مدیریتی هست حتی اگه یه نفر دیگه از خودش شایسته تره بره اونو بگیره. بگیره چون من تونستم بگیرم در صورتی که اگه اون آدم شایسته بگیره سودش به تو هم میرسه این ولی دقیقا چیزی که این جوامع نمیخوان چون اگه اینجوری باشه همه چیز بهینه میشه دیگه اونقدر مصرف انجام نمیشه که تولید حالا بره بالا و سودش بره تو جیب کسایی که لزوما نباید بره پس شو سه تا عامل داره جامعه که مناسب باشه اینه که توش فرصت زیاد تولید بشه که آمریکا این کارو میکنه نظام آموزشیش خوب باشه که هیچ جایی به نظر من تو دنیا این کارو نمیکنه هیچ نظام آموزشی خوبی نیست و توزیع منابع هوشمندانه باشه فقط نظام آموزشی خودش توضیح منابع هوشمندانه باشه که خب باز همین اتفاق خیلی کم میفته تو دنیا حالا من ذره اشاره کنم با اون حرفایی که با حالا عزیزان خود کسی کسی که با ما صحبت می‌کردن زدیم خیلی مطرح میشه که تو از بچگی هم خیلی دوست دارن تو مغز ما بکنن که خواستن توانستن و شما باید سخت تلاش کنید و هرکی به هر جا بخواد میرسه و الان که لاماستاب انقدر تتاک میاد بیرون که آدم موفقا میان صحبت میکنن که چجوری موفق شدن و این سخنرانی های خیلی انگیزشی که نه تو باید صبح پاشی مثلا شیش صبح بری بدو یا خیلی سفت کار کنی و همه به جای چیز میرسه اصلا تعداد سخنرانی هایی که راجع موفقیت از تعداد واقعا آدم موفق خیلی بیشتر خبشه. داره میشه و این حالا مثالی که من همیشه می زدم این بود که اینو ما به عینه میدیدیم زمانی که درس میخونیم توی برای ورودی کنکور میدیم یک کسی بودم واقعا سخت کوش بودن یعنی مثلا ان برابر بقیه میخوند ولی خب خروجی کارشون اگه با رتبه بخوای به سنجی خروجی رو من نمیگم این سنجش درسته ولی خروجی کار به وضوح متناسب نبود با میزان تلاشی که آدما کردن بودن آدم هایی که بودن آدمایی که تلاش کمتری کرده بودن ولی به خاطر اینکه حالا یه سری استعداد دیگه ای داشتن خروجیشون بهتر بود و مثالی که من میزنم اینه که شما تابع y مساوی با x و تابع y مساوی با x2 رو در نظر بگیرید اینا میتونن نماینده می <تصحیح> اینا میتونه نماینده میزان استعداد آدما باشه رشدی که تابع مثلا y مساوی با x2 میکنه قابل مقایسه با x نیست اینا تو نقطه یک جفتشون خروجیشون یکه ولی این اون. بشه دو اون دو میمونه اون میشه می چهار, چهار. میخوام بگم که <تصح> میخوام بگم که اینکه شما به هر جایی میرسید و فقط کافیه تلاش کنید و اینا اینا که میخوان در واقع تو مغز ما بکنم و دروغ, دروغ دلنشینی بذار من بگم بذار من کامل بزنه میتنم. آره اینجا ممکنه خیلی با من مخالف باشن امه. این حرفایی که من میزنم اصلا به این معنی نیستش که ما نباید تلاش کنیم چون اصلا تصادفی همش نه امه. خیلی برعکس اینو من میخوام بگم ای. میخوام بگم که من اگه مثلا میرم کتاب زندگی چه استیو جابز رو میخونم که از انباری خونهشون شروع کرد یا میرم عکس جف بیزوس که امازون مثلا شروع کرد توی یه آفیس خیلی کوچیکی بود و میبینم بعد الان میرم نگاه میکنم 120 میلیون دلار مثلا پول داره بعد میرم بیشتر نگاه میکنم زنش میبینم که مثلا طرف چه کتابای خونده و هر روز هفته مثلا یه لباس پوشیده من این کار رو بکنم موفق میشم این راه اشتباهیه برای هم. تعریف این که خواستن توانستنه تعریف این که من موفقیتم رو مثلا من اینکه کامپیوتری هم بذارم موفقیت رو بذارم به این که من برم برسم به جایی که سیب جاب رسید نه اصلا همچین چیزی قرار نیست اتفاق بیفته اه. حرف که من میخوام بزنم اینه که ما معیار موفقیت رو عوض کنیم برای خودمون من خودم رو نیام با یک آدم دیگه مقایسه کنم من خودم رو با گذشته خودم مقایسه کنم من میگم آدم به هر جا میخواد برسه به هر جایی که میخواد میتونه برسه اگه درست خودش رو بسنجه درست مقایسه بکنه من نمیتونم مثلا شروع کنم سخت کار کردن بعد مثلا برم یه تستی رو بدم حالا هر چی بعد مثلا این نفر قطعا از من بهترن بعد اونجا ناامید بشم بگم که خب نه نشد دیگه نشد. من کارامو کردم نشد من میتونم برم کار خودم رو بکنم بعد بیام خودم رو با قبل از اینکه شروع کنم به انجام این کارها مقایسه بکنم اینجوری آدم زندگی شادتری داره زندگی راحتتری داره و قطعا هم تو مسیر درست رو به جلو حرکت کردنه ولی خب مشکلی که از بچگی ما همیشه با بقیه مقایسه شدیم دیگه مدرسه میریم بهمون نمره میدن بعد تو نمره بغل تو میدونی بعد مثلا یه جا رتبه میدن تو من رتبه هیچ وقت نمره نمیگفتم بقیه نمی و ب... زرنگ ولی همه رو 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 همه رو میدونست <تصفح> آره بعد رتبه میدن یعنی اصلا ما انگار باید مقایسه کنیم الان هم که دیگه سوشال مدیا اینا اومده دیگه بدتر شده دیگه مثلا طرف هر کاری بکنه میذاره تو اینستاگرام و حالا هر جای دیگه و تو میبینی که اون چه زندگی داشته و خودت رو در واقع با اون مقایسه میکنیم به نظر من اون زمانی که ما این قضیه رو متوقف کنیم و خودمون رو با خودمون بخوایم مقایسه کنیم اون موقع اصلا زندگیمون تغییر پیدا میکنه اون موقع است که میریزه ام <laughs> <applause> 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 <تص دیگه سیز داری بگی الان نه دیگه آخرش... من کف کردم آخرش واقعا هیچی نداری کمی آب بخورید نه دیگه من واقعا کف کردم و این بود حرفای ما اون طور که خوب رسونده باشم مفهوم رو حالا ما این پیپر رو رو میذاریم شما دوست داشتید برید نگاه کنید باید ترجمهش کنید 28 صفحه 28 صفحه ترجمه کنه بذاره به نظر من خیلی جالبه که چون معمولا چیزیه که کمتر بهش پرداخته میشه توی مجله موفقیت و این هم ببینید خیلی نمیگه آقا بخت اقبال مهمه امه. اینایی که توی آمریکا شده از سیف جابز و نمیدونم ایلان ماسک و اینا اینا اگر توی شرایط سخت مثلا تو کشور جنگ زده به دنیا میومدن به هیچ جایی نمیرسن اما اینکه امه. ممکنه خدا نفر توی این کشورهای حالا با شرایط سخت باشن که استعداد به مراتب بیشتر از اینو دارن اصلاً فرصتش رو ندارن به اونجا برسن امه. اینکه ما بخوایم تمام کردیت رو برای خودمون بگیریم و بریم ببینیم اونا چکار کردن ما هم همون کارو بکنیم موفق بشیم اصلا اشتباهه ما از کتابمون عکس بگیریم در پنجره که مثلا آدم موفق اینو گفته منم اینو انجام بدم این نمیشه درست هم خطا ثابتین به علک نمیشه نمیشه من دیگه حرف ندارم مثلا بگم که دیگه منصرف شدم شو حرف بزن بریم با فرض <applause> بریم واسه اخبار و اینا اخبار, اخبار و اینا کارون تو تو اپیزود قبل که سه شمه پخش شد یه کم گفت ولی تیم رپترز که تیم بسکتبال تورنتو هست بله قهرمان ان بی ای شد تنها تیم کارادایی آره که رفت فینال ان بی ای آره NBA. بعد من این کمی تحقیق کردم چون من اصلا هیچ ایده‌ای در مورد بسکتبال اینا نداشتم مثل اینکه چه ورزشی شما بیشتر تسلط من دلیم. خب به هر حال هرچی بود آره. چه پول دارم ورزش <laughs> ولی خب آره انگار که تو میکروفون صحبت همونطور که گفتی اولین و تنها تن تیم کانادایی که تو ام بی ای نداره فقط یه تیم آره الان از کانادا تو ام بی ای تیم, تیم دیگه میگه تنها تیم کانادایی آره تو ام بی ای و 29 تا تیم دیگه هستن که آمریکایی ان و این ونکوور گریزلیز داشته که دادن آره اصلا آره ام بی ای مال آمریکا هم تعدادیان توی ونکوور گریزلیز ونکوور بود اون موقع الان تو چه گریزلی کدوم شهره نمیدونم الان دیگه مثلا اینکه ونکوور بوده حالا <applause> بی... بی... آره الان ولی بی... قبل قبل همه اونا سوال فرق گم شد میگم آمریکا شمالی تمام لیگاشون با کانادا یکی مثلا بیسبال کانادا تیم داره هاکی تیم داره آمریکا شمالی آره فوتبال بی... فوتبال بی... تیم داره آره تک تو که از کانادا هم میذارن که معمولا آره. هم محلی از اعراب ندارن حالا این برای هم معرب شدن الان الان استثنایی که رپتورز انقدر خوب بوده برای. آره ولی من جالب بود که تو کانادا کلا یه تیم اول اول این دوتا بوده به نام تورنتو هاسکیز که دیگه اون اولی بوده همیشه شده آره اینا که فن رپتورزن فکر نکنن که اینا خفنه یه دونه دیگه هم بوده اول نشدن تا حالا نه نه بوده نه داشته داشت تنها ولی تنها تیمی که رسیده به تنها تیم کانادایی که رسیده به فینال تورنتو رپترز بوده تنها تیم کانادایی که برده فینال رو رپترز بوده. بوده و اینکه تو اولین بار بود که قاعدتا اصلا فینال توی کانادا برگزار میشد آره می اومدن این بالا خیلی ای زحمت کشید هی تو این آره دیگه آقامون درک آره جالبم هست دو تا کنفرانس من میگم نمیدونستم کنفرانس غرب و شر. آره. بازی میکنن غربیا تو خودشون شرقی ها هم تو خودشون بازی میکنن قهرمان اون دوتا که اینا بودن رپترز و ببین اگر که توی قربی ها و... درصد چیز شانس پایین تر باشه و اینا ببین هم میشه دیگه برای میان غربی ها بالاترن نه جده میگم یه سری خطاب یه سری خطوط قریب از آقا بگو. یه چیز دیگه میخواستم در مورد یه سری از روابطی که ما بعضی از با بعضی از دوستان و فامیل داریم با ایران و اونم اینه ای که بگو. بگو. وقتی که شما میخواد بفرمایید آقا یه آدم خیلی بزرگی هست، یه آدم خیلی پریه که اومده آموزش ساختن اپلایدی و توضیح داده توی ایران. <تصفح> من فکر کنم سه 4 سال پیش بود که بعد از مثلا 7 سال من رفتم ایران و اینکه این, این مشکل داشتن اپل آیدی خیلی من رو اذیت میکرد مثلا شخصا دایی من رفته بودن تو ایران رفته تو توی از این مغازه هایی که حالا موبایل میفروشه طرف میرفت با اپل آیدی خودش روی موبایل شما مثلا تمام اپلیکیشن ها رو میریخ که اگر میخواستین آپدیت بکنین با بعد میرفتین پیش اون دوباره پول میدادین و همه اینا مجانیه یعنی همه اینا رو آدم میتونست مجانی خودش انجام بده ولی بعد میرفتین پیش اون بابا همه اینا رو برای شما انجام میدن سخن می تو زخم میذاشتن <تصفح> 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 و... و انقدر من از این موضوع اذیت میشدم و ناراحت میشدم و شروع کردم تمام اپل رفتیم یه دونه چیز بود تو پایتخت که دایی و مثلا دختر دایی ما زنده ما همه اینا اینجا رفته بودن هم و موبایل ها تمام اپل آیدیا برای آقا بود <تصفح> و رفتم همه رو چون که پسورد یارو می‌خواد گفتم آقا اینو دیلیت کن لطفا من نمی‌خوام اصلا پسورد گفت نه اینا همش میرا گفت آقا با من اجازه بده اونو من هندل می‌کنم برای همشون اپل آیدی درست کردم و بهشون یاد دادم فلان و اینا و دیگه اینا میتونن این کارو مجانی انجام بدن و مثلا موقعی که می‌رفتن توی اون قسمت آپدیت نمی‌دونه 600 تا آپدیت مثلا و چیز دیگه عجیب دیگه ای که بود این بود که یه سری پکیج درست کرده بود در مثلا پکیج A و B و مثلا C و مثلا یه سری اپلیکیشنی که هیچ کس بهش نیاز نداره مثلا دایی من که فرهاد نصب داره رو گوشیش نه 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 دایی من تا به حال فکر می کنم نیمرو درست کرده باشه چهار تا اپلیکیشن آشپزی رو گوشیش میخواید چیکار و یه عکس نمیتونست بگیره بنده خدا چون تا خرخره رو پر میکردن پولم میگیره هر لحظه پولم میگیره آره یه خورده سبزی فیلمی نیون و خلاص جالب بود دیگه و این آقا حالا گذاشتن حتما بزنید تو تلگرام برای آره. کسی که چون خیلی راحت و ساختنه آقا فلانی. اول مجانیه ولی یه مشکل داره این که آدرس تو آدرس مخواه. میخواد دیگه آره اینجا فکر کنم یه آدرس علکی هم داده ای <applause> آدرس یه آدرس سوپری تو آمریکا یا همین چیزی و ایران بودم به خاطر پروژه آخری که داشتم داشتم شبیه یه سایت آمریکایی رو میزدم و واسه اینکه تو این سایت ما لاگین کنم که ورک فلوشو رو ببینم و اینا باید حالا اینجا شو سوشال اینشورنس نامبر هست یه چیزی مثل کد ملی سین سین نه سین نامبر خودش سین. نامبر داره یه چیزی مثل کد ملی بعد اون سرچ کنیم مثلا کد ملی یه آدم میرم بهت میدن که تو به تو اکانت فیک بسازی و چیزی کن حالا آدرس که جای خود آدرس خونه ایمان ما میذاریم هر خواست بده <تصفح> آره حاجی آره خلاصه دمشون گم دیگه این کسی که این درست کرده واقعا آدم پریه و من حالا شخصا اعتقاد دارم وقتی که نمیدونم حرف درستی ولی وقتی که از در واقع کم سوادی یه سری آدم دیگه تو سعی میکنی پول لر بیاری و از زمان کار خیلی سیزه آره. بی همیشه دکتر میری پول میدی دکتر از کم سوادی تو کم اون, همیشه اون وقتی زی مجانی داره آفر میشه به یه سری آدم تو بیای... آره بخوای بیا ازش مارتازش بکنی بخوای ازش پول در بیاری یه ذره کار درستی نیست, نیست. قبول کنید از من شما که دیگه اینجا سوم بگی دو تا کلمه نگند. <تصفيق> <تصفيق> نمیزدید نمیزدید تا نمیزدید بگو فامیلاتون فاملاتون دارن اومد اینجا رو از این صحبت کرد نمیزدی که نمیزدی صحبت کنیم بیدی که چلا هشت دقیقه و سی و دو ثانیه زبط کردیم اگه میشه که خصمش. من اینو بخوام ایدیت کنم پیر شدم <applause> <چه چی؟ تصفيق> چرا ایدیت نداره اپیزودا با همون در تماش کنم باید اینا کامپایل بشه این الان هیچده تا چیز مختلف میده به من کامپایل بکنیم آره بزن بره خیلی خیلی خب آقا این قسمت سر 51 بود ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب توی ان تا جای مختلفم اپیزود اون پخش میشه دیگه توی هموند. اپل پادکست دیگه هر جا خواستید بزنید میاد آره. از هر جا تا الان گوش دادین اینجا بادم گوش بدید کسی هم دیگه فوروارد کنید رادیو جوان ولی خب خیلی گفتن که توی اپ گوگل میوزیک یا کاست باکس و یا اپ اپل پادکست اون خیلی راحت تر گوش شدنش ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید میگیم با همین طرف خدافظ 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 آقا واقعا نمیریزه آقا واقعا نمیریزه دارم میریزه دارم میریزه